مهاجمان مسلح پس از داخل شدن به این بیمارستان نزدیک به 5 ساعت با نیروهای امنیتی این کشور درگیری بودند. شاهدان می گویند که این مهاجمان بر هیچ کس رحم نمی کردند. نمیجه بودیم با خودیم که انتحاری آمد داخل رفت ازدان دروازه نیسر خود رحم میکرد نیسر کلان فقط اگرشم با مرمی میزد. خیلی صحنه وحشتناکی بود. این بیمارستان از سوی دکتران بدون سرحد حمایت می شود. وزارت داخله این کشور می گوید که نیروهای امنیتی توانستند در هنگام عملیات بیشتر از 100 غیر نظامی و 3 خارجی را نیز نجات بدهند. یک جنایت ضد بشری را خلق کردند. در این جریان 13 تن از افراد ملکی که شامل زنان و نوزادان بودند شهید شدند و یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. شورای امنیتی ملی افغانستان این حمله را به طالبان نسبت داده و گفته که این گروه با داعش، شبکه حقانی و لشکر طیبه این گونه حمله ها را مشترک سازماندهی می کنند. اما طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا این رویداد را به شدت محکوم کرده و گفته که این کار هراس افغانان وحشیانه و شیطانی است. نماینده ملکی ناتو نیز این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته که ناتو در کنار مردم افغانستان در برابر هراس افغانان ایستاده است. با این حال طالبان پیش از این گفته بودند که در شکست داعش در افغانستان نقش داشتند، اما حکومت افغانستان این ادعای طالبان را مبالغه می داند. داعش در افغانستان در پاره یو تهدید ده، نو زمونگر میتیز واکنه پا دی که دیر خیلی اثرانو لدی، اما در طالبان دا ایدا در منلو وارد نده دی که دیوی نسی ثابت ولی داغ ایدا. ریاست امنیتی ملی این کشور درست پیش در یک عملیات ویژه شیخ ابو عمر خراسانی و مسئول روابط عامه و نیز مسئول استخباراتی این گروه را در جنوب آسیا در شرق کابل بازداشت کرد. هرچند نگرانی ها از افزایش فعالیت داعش در افغانستان بیشتر شدند، اما وزارت دفاع ملی این کشور می گوید که فعالیت های این گروه محدود شده است. داعش در افغانستان شکست خورده، ضربات خیلی سنگین به داعش در افغانستان وارد گردید، افراد خیلی مهم و کلیدیشان رهبرایشان نابود گردید. فعلا فعالیت هایشان محدود است به انجام حمله های انتحاری و انفجاری و یک مقدار تحرکات بسیار محدود در شرق افغانستان در ولایت کنر دارند و یا زیر تعقیب هستند. هر زمانی که تحرکات از یار ما پیدا بکنیم بلافاصله مورد هدف قرار می گیرند. به دنبال حمله امروز کابل و ننگرهار، حکومت افغانستان به ویژه مشاور شورای امنیت ملی این کشور می گوید حمله های دو ماه پسین طالبان نشان می دهند که این گروه در تعهداتشان به گفتگوی صلح پابند نیستند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.